به نام یاد خدا و با عرض سلام به فراخبر خوش آمدید من مسعود ملک هستم در این برنامه خواهید دید کنار رفتن ادمر و تجدید نظر حکمت درباره استفاده سه مقام دیگر امنیتی کشور وضعیت موجود سیاسی بیانگر چی است؟ مدیریت بحران یکی از معضلات بسیار بزرگ در افغانستان بوده که ما نتانستیم شخصیتهایی را مطرح بسازیم که مدیریت بحران را داشته باشند و فرار خبرنگاران از یک جلسه قضایی در امریکا با پذیرفته شدن استعفای آقای اتمر رئیس جمهور در مراسم معرفی مشاور جدید امنیت ملی از کارکرد حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی قدردانی کرد آقای غنی حنیف اتمر را دوست و همکار دامدارش عنوان کرد و گفت که پذیرفتن استعفای او برایش کار دشوار بوده اما به خاطر منافع اولیای کشور این تصمیم را گرفته است با اینکه منابع تایید کرده بودند که رئیس جمهور از وزیر دفاع و وزیر امور داخله و رئیس سومی امنیت ملی نیز خواسته بود که سمت‌هایشان استعفا بدهند اما یک روز پس از کنار رفتن آقای اتمر رئیس جمهور تصمیمش را در درباره مقامات دیگر امنیتی کشور تغییر داد منابع هم میگویند که آقای غنی در نتیجه فشارهای سیاسی و مخالفت عبدالعبدالله رئیس اجرایه از این تصمیمش منصرف شده از سوی دیگر شمار کنار رفتن آقای گتمر را وجود اختلافات سیاسی میان او و رئیس جمهور غنی میدانند اختلافاتی که در متن استفای آقای یتمر نیز از آن یاد شده است اما چرا استعفای آقای گتمر در این زمان صورت گرفت با کنار رفتن آقای گتمر چی تغییری در وضعیت سیاسی کشور به وجود خواهد آمد و نیز اختلافات که دلیل بر استفای آقای بود از چی زمان وجود داشته و چرا تا این حد بزرگ شده و پیامد این موضوع روی اوضای سیاسی و امنیتی کشور چگونه می تواند باشه بیندو عزیز مهمان من در این بحث آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شمسود است آقای مسعود سلام بر شما خوش آمدین به تولونیوس آقای مسعود از دید شما کنار آقای یتمر چگونه بوده و چرا در این زمان صورت گرفته بسم الله الرحمن الرحیم بسیار تشکر از شما سپاسگزارم و سلام به همه بینندگان محترم ببینید موضوع از قبل معلوم بود یعنی در واقع ما قبلا هم گفته بودیم و مردم افغانستان به این معتقد بودن که حکومت به فروپاشی میرسه فکر می کنم آقای اتمن من مهمترین مهره از داخل تیم آقای اشرفانی وقتی بیرون میشه در واقع این ثابت میکنه که حکومت در حال فروپاشی هستن یعنی داره از هم میپاشه و امقدر که تعبیرات بتترتی وجود داشته باش که آقای عتمر خوش میخواد که در آینده کاندید باشه یا کاریگی بکنه غیر کنار بگذاریم اما آنچه مهم است این است که در یک موقع بسیار حساس خود شما گفتین یک مورد بسیار کلیدی در واقع ستون فقرات آقای اشرف غنی از حکومت بیرون میشه و این خوش در واقع فروپاشی حکومتشان میده آقای مسعود اختلاف هایی هم که یاد میشه و دلیل کنار رفتن آقای عتمر گفته میشه چند مورد است که آقای عتمر در متن استعفایش هم نوشته خب بین که اینا رو جدا جدا روش صحبت کنیم se primeira que me ia que روش های سطح رهبری دولت در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی و اجماع ملی این بحث چگونه حکومت تعریف کرده که در نهایت بین مشاور امنیت ملی و خود رئیس جمهور اختلاف شکل گرفته بود ببینید مسائل بسیار معلوم است هم قسم گفتن که مساله حفظ وحدت ملی در واقع در صورت نگرفته تقریبا سال هاست که در دوره این حکومت موجود سال هاست که بسیاری از اندیشورزان افغانستان سیاسیون افغانستان میگه حکومت سیاست نفاق ملی را به پیش گرفته یعنی در واقع شیرا ریاض وحدت ملی را او قدری که حکومت 4 5 ساله آقای اشرف غنی زره هیچ حکومتی در تاریخ افغانستان صدر ما و این گپ روشن بود از ابتدا روشن بود و این روشن است امروز در واقع ببینیم که تقابل قومی تقابل زبانی فرهنگی فرهنگی و سمتی و تباری و مسئله به اوج خود رسیدن ای از کجا نشد میگرن؟ مطمئنا از سیاسره حکومت موجود نشد میگرن حالا آره که آقای اتبار آمده این به اعتراف میکنه که تو یک مشکل وجود داره مشکلی بوده که مردم قبلا با جان و احساس کردن بودن خب ولی مشکل تنها داره می دو بخش خلاصه نمیشه مثلا بحث تامین صلح و امنیت هم اشاره میکنه موضوعات سیاسی و امور انتخابات و مدیریت سیاسی و همچنان حکومت داری خوب و تحکیم روابط منطقه‌ای و بین‌المللی کشورم بهش میپردازه فکر نمیکنین که اختلافا خرد نبوده کلان و کلانتر و در هر سطح و بخش بوده ما همواره گفتیم که در واقع در هیچ بود امی حکومت دستاورت نداشته نه در بود سیاست خارجی نه در بود اقتصادی نه در بود امنیتی نه در بود صلح در هیچ بوده دستاورد نداشته یعنی شما نمیتونید که به من یک نمونه به که این حکومت در مدت 5 سال از حکومت داری خود در اینجا یک دستاورد داشته شما نمیتونید در واقع یک دفتر را یک, یک, یک به من که یک نمونه باشه با سایر دفاتر و نهادهای افغانستان که یک دفتر نمونه جور شده و در اینجا فساد نیست در اینجا مسئله قومی نیست در اینجا سیاست قومی نیست در اینجا در واقع قانون حاکمیت داره این تو چیز نمیتونه نمونه بتین بله در همه ابعاد حکومت شکست خورده و فروپاشی رسیده آره کل همه غم معامی باشه که چطور میشیم که از فروپاشی نظام در مجموعه جلوگیری کنه اما قای مسعود در بخش هم حکمت هم ور از دستاوردهای خود صحبت کرده و کارهای خودم جلوه داده مثلا شما پیشتر از از دستاوردهای اشاره کردید و گفتین که نمیشه بگیم اما حکمت مثلا مبارزه با فساد اک دستاورد میدونه پروژه اقتصادی رو دستاورد میدونه بس صلحاتش بس دستاورد میدونه جذب کمک های بیشتر جامعه جهانی رو بر خود دستاورد میدونه این ای ادای ای حکمت پس پرخواسته خواسته است ببینید زمانی که می مبارزه با فساد دستاورد چه نوع دستاورد امکان داره که فساد قبلا در حکومت قبلی آقای کرزه ام بوده اما از او فساد یک تعداد یک تایف زیاد مستفید بشنن اما در حکومت آقای اشتغانی فساد مرکزی شده یعنی متمرکز شده متمرکز در داخل ارگر استج جمهوری شده فساد اون فساد است حتی لول فساد بالا هم رفته اما متمرکز شده فقط یک تعداد خاص میتونه که از او فساد استفاده کنن و زمانی که ما میگیم بحث دستاورد اقتصادی همواره آقای اشرفانی میگه که من نان سر دستارخان مردم بیارم اما میبینید که نان از سر دستارخان مردم در دوره حکومت داره زینا کاملا ناپدید شد یعنی هر قدر اینا آمار بتن از طریق بانک جانی از طریق دیگه منابع اما اصل گفت همیست که در زندگی عملی مردم این ملموس است یا یعنی؟ نه که نیست مردم در واقع در گرسنگی باشن شما میگید که بیش از 50 درصد مردم اصلا در زیر خط فقر زندگی میکنن کی طور نبود در گذشته ها. پس در هیچ عرصه دستاورد وجود نداره خب حالا شما... اختلاف های رکا قایت مر روش تاکید میکنه آقای مسعود چرا بعد از چند سال آقای اتمر استعفا میده و میگه که در این بخش اختلاف نظر داشتیم و نشد به نتیجه برسیم این می موضوع چه گونه تعبیر میکنه والله مهمی است ببینید یکی از مشکلات که همیشه که زمانی که مسائل به اینقدر یعنی به این ای حد بود چرا این مسائل با مردم گفته نمیشه؟ چرا گفته نشد در مدت یک سال که تو یک مشکلات وجود داره یا داشت اما زمانی که نزدیک به آخرین فصل این حکومت میرسه مسائل به با یک باری گفته نمیشه با مردم مردم کاملا نگران میشن مشکل همی است ببینه مردم میدانست سیاسیون میدانست کسایی که تحلیلگر بود میدانست که مشکلات وجود دارن اما خوب بود که یک موقعی پا بهتر بود گفته میشد تا میتونست که از مشکلات بیشتر جلوگیری بشه اما مسعود میشه. اصل رمز کین اختلاف ها را شکل می شما در کجا می بینید در حالی که آقای اتمر اگه آلا اختلاف دلیل بینشتنش از حکومت بدانیم یا کنار رفتنش از حکومت در آغاز نزدیک ترین فرد برای جمهور بود برای جمهور بالایش حساب میکرد و تا رئیس جمهور هم امروز میگه که دوستم کار دامدارش آقای اتمر بوده پس در کجا این اختلاف شکل میگیره که با گذشته روز کلان کلان تر میشه خب یکی خب مسائل داخلی ما شما صحبت کردیم یکی میمونه بود خارجی ما شما در واقع روشن است که حکومت موجود بدون تکیگاه خارجی ممکن نیست که بتانه که زنده بانه. و به اون خاطر حامی حکومت موجود یک تاید کشورهای هستن یک مشکل یک گپ دیگه وجود داره ممکن است که یک مقدار اختلافات در واقع و کسایی که امی حکومت حمایت میکنه بین از پیش آمده باشه و به با اون نسبت اختلافات اونا و اختلافات ناشی از اون اختلافات بیرونی بوده باشه دقیق با نمیدانم اما این را کنار بگذاریم آنچه مسلم است که تا هنوز که هنوز در مدت پنج سال یک چیز به نام چتر دولت متحد جور نشد یک چیز به نام دولت ملی و پاسخگو جور نشد یک چیزی که مردم افغانستان به او اعتماد کنه و اعتماد ملی داشته باشن جور نشد میبینید که در آخر فصل شاریدگی صورت میگیرد این مهم است ولی ولی چرا تیم سیاسی رئیس جمهور هم در بخش سیاسی و امنیتی آقای مسعود با گذشته روز پاشید مثلا آقای ادمر آخرین مورد است ولی روابط رئیس جمهور با رئیس جایم بهتر نیست ماون اولش همین گونه مشکل جدی داره و در بخش های دیگه مثلا آقای حکیمی از وزارت مالی رفت همین گونه کسای دیگه که در تیم رئیس جمهور بود با گذشته روز اینا دور شد اینمی دلیلش در کجاست مشکل خب. کی داره ببنید. یک موضوعی دیگه هم هست هکم. موضوع شخصیتی هر انسان در واقع یک کم کارکترسیک خورم خصیت خواهد دارم ما فکر کنم یکی از مشکلات هم هست که خود آقای اشرفغانی به خاطر یک مقدار بی ثباتی که خودشان دارند با تمام امو دولت زود جور نمیان مثلا امروز معاون اول مشکل دارن امروز رئیس جمهور مشکل دارن امروز باز گذرای که دلخواهش نیست مشکل دارن حتی امروز آقای اسمن اکمل که موری کلی مشکل داشتن امروز بسیاری مشکل دارن آقای مسعود مهمی است که مردم افغانستان بفهمند که وی بر حق است رئیس جمهور است بر حق یا اینکه تیمی که در تیم مقابل شکل گرفته یعنی کار که دلیل میشه که به مشکلات شکل بگیره پاسخ این پرسش ما... تا لحظات بعدش ما داشت با پوزیشن ادامه این بحث هم پس از میان برنامه ببینید با خوش آمدید آقای بفرمایید که حرف واقعیت کی میگم مشکل اصلی در کیز در رئیس جمهور یا کسایی که کس از جدور شد و و ببینید این سوال بسیار زیاد مهم است ها؟ ما اگر یک دولت قانونمند پاسخگو متعادل تعریف شده می داشتیم و صلاحیت هر کس روشن می بود مسئولیت هر کس روشن می بود ما دقیق باز می قضاوت کنیم که مشکل از کدام میشه اما در مدت 4 سال اینا نتونستن که یک دولت مشروع قانونمند پاسخگو متعادل ایره به وجود بیارن با اون نسبت معلوم نیست بخاطر خاطر که صلاحیت مسئولیت کس منو به گونه مثال آقای اتمر در مقام مشاوره امنیت ملی واقعا صلاحیتاش در قانون تعریف شده بود یعنی اگر تعریف شده بود چیگونه تعریف شده بود کی تختی کرد دقیق نمیدانیم ببینید اینا یک دولت کاملا غیر قانونی غیر مشروع بی بندوبار استبدادی را پیش بردن که هیچ معلوم نیستن و به اون خاطر است که فساد در داخل حکومت اگر فساد سیاسی یا فساد اداری است فساد ساختاری است فکر نمیکنین در بیرون هم بر مردم افغانستان یک هم شکل گرفته که مردم سر کی اعتماد بکنه به این مفهوم که مردم نمیدونه که واقعا کی میگه به خاطر که این حکومت اعتماد ملی شکسته از پیش حکومت رفته ساختارش تعریف شده نیست دولتش پاسخگو نیست و اون نسبت دقیق نمیدانند و در قسمت ای که کی مسئولیت داره واقعا کی بر حق غیر حق است ما فکر تمام کسایی که در داخل دولت نماندگی دولت میکنه کلشان مسئولیت دارن اقای مسئول. هر کس به اندازه‌ی صلاحیت خود در بخش دیگه دگام... رئیس جمهور تجدید نظر میکنه در مورد استعفای سه تن از مقامات دیگه امنیتی وزیر دفاع وزیر داخل و رئیس امنیتی ملی و منابع هم میگن که فشار ریاست اجرایی باعث شده که این تجدید نظر صورت بگیره واقعا ریاست اجرایی در جایگاه است آقای مسعود که بتونه تجدید نظر را شکل بده در تصمیم خود رئیس جمهور باید در جایگاه باشه اما پیش مردم افغانستان که نیست به خاطر عملکرد چند سال اخیر خود رئیس جمهور در واقع نگذاشته که رئاست اجرایی هم خود داشته باشه باید نباشه اما همین هم نشان میده که پراگندگی به حدی است که یک وقت آقای اشرف غنی رئیس حکومت بعدت می تصمیم میگیره یک وقت دیگه رئیس اجرایی میای رمانی میشه زمان آقای اکبر میخواد که بره یا کنار زره میشه بعد یک حالت دیگه میاد تمامش پراگندگی است همش پراگندگی است شما ببینید هر طرف در داخل حکومت بلکه در همه ابعاد چند وقت پیشتر آقای اشرف غنی در مسئله دوستم کاملا قاطع استاد بود اما به با یک بارگی دعوت کرد که باد بیا چند وقت قبل شما دیدی که آقای اشرف احزاب سیاسی افغانستان کار اعتراف ساختن اینا رو گفتن اینا کی هستن اسکی میکنن اما دیدیم که آقای اشرف یک بگ محترمانه با هر کلو میشتید و میخواد صحبت کنه در قسمت که شروع میتونه انتخابات پیش بره یعنی شما به اعتمادی ها لجان گسیختگی ها به ثباتی ها به سر تا سر در حکومت آقای مسعود در یک بخش دیگه فکر نمی کنین که منظور شدن استعفای آقای ادمر این بحث هم میتونه تایید بکنه که آنچه که دعا وجود داشت که اگر القی رئیس جمهور ماسرا کردن ولی رئیس جمهوری ثابت ساخته باشه که این القی وجود نداشته و کار خود به پیش میبره خب هر میتونه که حلقی که ما کرده باشه اما در مجموع میتونیم بگویم که فقط یک حلقه محدود بوده که تمام دولت اینا محاصره کردن فقط هفتش نفری بوده که تمام دولت و حتی تمام کشور در گروگان خود داشتن پس با منظوری امین استفاد است. امی, امی دار امی باور دارین که شکستان و ثابت میسازه که دیگر رئیس جمهور خودش هست و منافع ملی افغانستان و می می که امون حلقه شکسته و در حال شکستن هستند. این ثابت میشه که در واقع بعد از این در مدت چند ماهی که از عمر حکومت باقی است نمیتونه کیر ترمیم کنه نمیتونه کیر دوباره پس بیارن. این ثابت میشه که قطعا در مدت 4 5 سال که اینا اعتماد ملی از دوباره نمیتونه که احیا اعتماد بکنن این ثابت میشه که حکومت باید بره تغییر کنه قطعا دیگر نمیتونه که تداوم پیدا کنه هرچند تلاش میکنه که ادامه پیدا کنه آقای مسود در حالی که چند ماه محدود به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و شما تاکید میکنین که می حکومت بره دلش چی میتونه باشه در حالی که بر انتخابات هم زمان زیاد باقی نمونده بعد می ببین انتخابات بادرن ببینید وقت خود تکمیل میکنه به انتخابات باد بره. یعنی مردم افغانستان ممکن نیست که دیگه به خواهش خود به رای بدن و ای که نه در سَرر تقلب باشن در سَرر ایز باشن که حمایت خارجی داشته باشن در سَرر تداوم خود یک طریق یک میکنند حتی در سَرر بحران سازی باشن تا بتون از طریق بحران سازی حکومت خود تداوم باشند در غیر و صورت دیگه هیچ محبوبیت ندارن مورد حمایت مردم نیستن مردم بس تو آمده یعنی هر چیز از دست دادن آقای مسعود با توجه به اینکه در چند سال گذشته آقای مرد در سمت مشاور امنیت ملی کار کرده حالا که نیست به شکل بی‌طرفانه شما چگون ارزیابی میکنید نبود ادمر مثلا در بحث سال در بحث روابط افغانستان با کشورهای بیرونی موضوع امنیت افغانستان موضوعاتی که بسیار مهم و اساسی هم از در شرایط خودشان یا طرفدارای آقای دار داره که ما در بود امنیت ملی خصوصا در بوده خارج کارای را انجام دادیم اما چون داخل در داخل حکومت در حال شارگی نمیتونه که کارای ما بسا تعریف شده روشن باشه و با مردم اما اینا را ما باید به یک نظر یعنی حکومت در مجموع کرش مسئول است در مقابل مردم هر کار کردگی یا ناکار که دارن در واقع یعنی جوابگوی مردم هستن اما در مجموع وقت که نتیجه میگیریم حکومت در پیش مردم امتحان خوده در امتحان خود ناکام مانده و امکان نداره که دیگه بتونه که موفق شود و اگر نتیجه گیری کنیم حکومت نمره کامیابی نگرفت یعنی شما میگن فرصت دیگه برای حکومت باقی نماند؟ قطعاً باقی نیست پس آقای مسعود به کدام سمت روان است همین حکومت افغانستان و وضعیت سیاسی موجود حکومت افغانستان باید آماده شوه که قدرت باید چی تحویل بده دیگه انتخابات از مهندسی انتخابات با خاطر تقلب دست بکشه آماده شوه و بگذاره که یک چهره های جدید در افغانستان بیان واقعا اعتماد مردم داشته باشن بگذارن که یک دولت ملی بیاید با قاعده باید پاسخگو بگذارن که حتی از دوستان خارجی هم ما خواهش داریم که بگذارن که به اساس منافع ملی افغانستان مردم افغانستان خوشن تصمیم میگیرن زعی مخواد انتخاب کنن و بالاخره به اساس منافع بتونن که یک راهکار یا یک برنامه به افغانستان داشته باشن اما قای مسعود با توجه به را که حکومت انجام داده و فرصت هم که از کار حکومت باقی مانده چگونه میشه حکومت گونه پیش بره که از گذشته تفاوت داشته باشه و کارایش خوب باشه خب تقریبا نمی چهار پنج سال تجربه نشان داد که اگر بمی سلسله نامه پیدا کنه مطمئنه که باعث فروپاشی کنه و باعث فروپاشی افغانستان میشه ما باید در واقع حفظ بقای ملی افغانستان در صدر برنامه خود داشته باشیم خب مثلا جانشین آقای اتمر تاکید شمی است که متفاوت از پیش کار میکنه و در مورد برنامه صحبت میکنه و میگه که تجربه گذشته تکرار نخواهد شد و خودش هم مثال میته که از یک نسل برآمده از جنگ در نبود آقای اتمر برنامه را چه بلوکمت میتونه نه من فکر میکنم نخیر من فکر میکنم آقای اتمر بسیار در داخل حکومت با خود آقای اشتباهانی بسیار مفید بود، مهر کلیدی بود، همون رقم بسیار زیاد برش تاین کنند بود. حالا که آقای اکمر است، ممکن نیست که بتواند که یک موری جای آقای اکمر به خاطر برنامه خود پیدا کنه. ببینم برنامه آقای اشتباهانی بسیار معلوم داره تا روشن تعریف شده است. یعنی سیاستش روشن است، برنامهش روشن است، همیش روشن است. و آقای اتمر در واقع یک بازو کلیدیش بودن. حالا اگه بخواد جای آقای اتمر به خاطر برنامه کسی گیر پیدا کنه، من فکر می‌کنم دیگه ممکن نیست. حکومت آقای اشتباهی فکر می‌کنم آخرین نفس آخر را و عمرش تمام است ولی بله چهره تازه که در این سمت معرفی شد آقای مسعود چقدر می‌تونه که قابل قبول طرف های دیگه سیاسی هم باشه و ظرفیت ها در طرف های سیاسی و جرانه های سیاسی شما چگونه چهره نوی که معرفی شده یک جوان است که نمی شده. فقط همه قرار می که در انتخابات گذاشته مهندسی تکنیکی، تقلبات انتخابات گذاشته را همین آقا کرده بود. یعنی با اون خاطر امتیاز سفارت افغانستان در امریکا برش دادن و با اون نسبت به اساس وفاداری خواستنش به کابل مهندسی تکنیکی انتخابات جلی گذاشته را بیشترش همی کرده بود پس حالا وقتی که چهره تازه را حکمت وارد این سمت میسازه سازا آقای مسعود مردم چقدر باور بکنن که کار خوب پاش پیش خاطر با توجه به اینکه همین فرد تازه تاکید میکنه خوبتر کار خواهد کرد و مسئولیت میگه نمیشه بس. ببینه تا که آقای اشرف مسئولیت خود حکومت با داره هر تاوری که بکنه ممکن نیست که از بهتر چرا گفتیم شش ماه مانده با حکومت داری ممکن نیست کسی بیایه و بتونه این عزی ورتی سقوط نجات بده ممکن نیست ولی آقای مسعود هم خیلی تضمین شده نیست که اشتباهات گذشته بازم تکرار شود یعنی مردم میتون امیدوار باشن که کار خوبم خواهد شد یا نه والا مردم خب مفکر بکنم که دنیا به این متوجه شده باشه معتقد چرا که دیگه راهبرد یا راهکار راه دیگه نتیجه نمیته. تقریبا در این روز در خود ایالات متحده جلسات متعددی هست و میخوان تصمیم بگیرن در قبال افغانستان که واقعا چی باید بکنن پس آقای مسعود امی بحث سال و انتخابات ما رو چگونه تحلیل میکنین با می وضع که به پیش رفته راست در ارتباط با انتخابات با. بله خب. انتخابات و سال بله مسئله سال هست شما دیدن موضوع دیدن که آقای اشرف غنی بسیار امیدوار بود حتی به خاطر از گفتن که سال که بتونن مثلا آیس کریم یاد کردن اما دیدیم که امو فجایعی که در غزنی صورت گرفت از طرف نیروهای تروریستی و طالبانی و در فاریاب صورت گرفت در خود کابل صورت گرفت در این کورس آموزشی ماوت صورت گرفت که تمام برنامه‌های و امیدواری که آقای اشرفی به مردم تمامش در واقع یک کار پاپولیستی بود ممکن نیست صلح به این ترتیب نمیتونه که به وجود بیاد ما همواره گفتیم که اگر میخوان در افغان صلح از موضع قدرت به وجود بیاد قدرت در افغانستان دولت ملی است که مردم اعتماد به داشته باشند از اون موضوع ما میتونیم که صلح هر بیاره. ولی در بحث صلح همه مردم افغانستان به گیج ما رسیدن آقای مسعود این تمام صلح میخوان تمام طرفدار صلح هستند اما میکرد برنامه‌ای که حکومت داره قطعا این ما را به صلح نمیرسانه در حالی که بیشتر این برنامه برنامه سیاسی است یا تجارتی اقتصادی بوده ممکن است یعنی شما میگن اجماع بر چگونگی رسیدن به سال بین مردم و سیاسی وجود نداره مردم امیدوار مردم امیدوار هستن مردم تشن سال هستن، مردم سال همیشه هر اقل سالی میخواد که سال در افغانستان بیاید اما حکومت با خاطر تراوم قدرت و حکومت چون خورش تنها نیست در واقع محاصره شده اما خودم شما فتند دوستی بیشتر مراکز قدرت داخلی و بیرین او با خودی خود نمیتونه که بیاره بین کم هر دولت یا هر قدرت یا هر مرجع استخباری که در افغانستان دخیل هستند هر کدام یک تعریف خاص از صلح دارند حکومت افغانستان یک تعریف خاص داره. اما آنچه که در میان نیست صلح خاطر مسؤول. مردم افغانستان در مورد انتخابات چی میگین با توجه به مشکلات موجود که شکل گرفته و همشون خاص که حساب مطرح انتخابات ببینید نه کمیسیونش در واقع مورد قبول و رضایت مردم نه نهات های انتخاباتی مورد قبول رضایت مردم نه قانون انتخابات ها. هیچ کدامش نیستن اما مردم آمدن میخوان که از طریق انتخابات یک چیز باید تغییر بدن امیدوار هستن در واقع کاندیدا آمدن ببینیم که واقعا حکومت میتونه که انتخابات به شکل درستش اداره کنه یا نکنه اما زیاد من مطمئن نیستم مردم امیدوار هستن که بتونن پس جز انتخابات راه دیگه هم نیست آقای بله راه وجود داره چرا نه ببینید آقای اشرف وقتی که با احزاب سیاسی میرم من میخوام یک مقدار تغییرات بیارم هرچند در بسیار مسائل امکان تغییرات نیست اما یک چیز بسیار مهم است روشن است اگر دنیا تصمیم بگیرن اگر یالات متحده آمریکا تصمیم بگیرن میتونن که در واقع انتخابات پیش روی در واقع یک صفحه جدید به افغانستان باز کنن اگر تصمیم بگیرن و اراده کنن اگر این گونه پیش بره چی میشه اگر این گونه یعنی حالت بدتر میشه در واقع جنگ استخباراتی بیشتر میشه مردم افغانستان پایمال میشه کشور میدان رقابت قدرت ها منطقه و فرامنطقه بشه و مردم افغانستان قربانی و ارزشاشون قربانی تمام اینی می بازی ها میشه و جنگان نیابتی بیشتر میشه یعنی به شدت به طرف فاجعه پیش میره مثلاً بسیار کوتاه بگوین باور دارین که انتخابات برگزار میشه؟ امیدوار هستیم که انتخابات اما انتخابات شه که فرایندش قابل قبول مردم باشه انتخاباتی که نباشه او بحران‌زاتر بشه نسبت به حالت موجود سپاسگزار هستم اقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود از حضور شما در این بحث سپاسگزار هستم و پایان فرا خبر در پایان خبر کوتاه ببینین، خدا نگهدار در ایالت ویرجینیا آمریکا هیئت رسیدگی به پرونده پلمنافورد رئیس سابق ستاد انتخاباتی و مشاور سابق دونالد ترامپ تشکیل جلسه داد در این جلسه هیئت رسیدگی به پرونده فورد را در هشت مورد از هجده پرونده تقلبی بانکی و مالیاتی که علیه او باز بود محکوم کرد اما در جریان برگزاری این جلسه خبرنگاران که در آن برای پوشش خبری حضور یافته بودند بعد از ختم جلسه تصاویر بنش رسید که نشان میداد خبرنگاران با سرعت هرچی تمام به خارج از دادگاه میدویدند که هر بیننده در اولین نگاه به این اکس ها فکر میکند خطر یا تهدید در داخل ساختمان دادگاه باعث شده تا آنها این گونه به سرعت و دوان دوان به بیرون فرار کنند یا اینکه در مسابقه دویش شرکت دارند اما بعدها مشخص شد که دلیل دویدن خبرنگاران برای پیشی گرفتن از یکدیگر جهت رساندن گزارش های مهم بود که در اعترافات مشاور ترامپ در دادگاه فاش شد این خبرنگاران هر کدام تلاش میکرد تا اطلاعات به آمده را زودتر از دیگران به خبرگزاری یا رسانه که در آن کار کنند برسانند و گویی سبقت نشر این را از دیگران بربایند زیرا این گاران طی مدت جلسه محاکمه در داخل دادگاه از بکرگیری گوشی همراه من شده بودند